نزدیک 3 سالی که رئیسی بر مسند ریاست جمهوری نظام ولایت فقیه منصوب شد و تکیه زد، در زمینه اقتصادی از شکست ها و بلاهایی که بر اقتصاد و سفره مردم ایران آورده بود کم نگفتیم و نشنیدیم. چپاوله هایی که مردم ایران البته با پوست و گوشت و خونشون البته اونها رو چشیدن و لمس کردن. امروز میخوایم فقط به یک نمونه از جنایت های غارتگرانه اون در نظام سراپا فساد ولایت فقیه بپردازیم و بشنویم از پروفسور محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه از آمریکا، وضعیت کنونی اقتصاد ایران و چشم اندازی که پیش رو هست. با سلام به شما پروفسور تسوجی، خیلی خوش آمدیم به برنامه امشب ما. اجازه بدید که منم خدمت شما و همه هموطنان عزیز که با ما هستن سلام عرض کنم، تشکر کنم از وقتی که به من دادید و واقعا از صمیم قلب آرزو کنم که ایران زمین از وجود نحس آدمای مثل رئیسی، همونطوری خودش شاید از طریق خدا نه از طریق دادگاه های خلق، ولی حداقل به در آتش جهنمی که هست واقعا به خاطر جنایت هایی که کرده، به خاطر ده ها هزار فرزند ایرانی رو اعدام کرده و ده ها هزار خانواده رو به اصطلاح داغدار کرده، انشالله وجود نحس تمام این خبیثان مثل رئیسی از سرزمین ایران پاک بشه. بله، ما هم در آرزوی شما شریک هستیم. آقای تسوجی، اولین سوالم این است که به نظر شما چی شد، چه اتفاقی افتاد که در دوران ریاست جمهوری رئیسی که به اصطلاح مهرهای دستچین شده خامنه‌ای هم سر کار بودن، بحران‌ها اوج گرفت، فساد و اقتصادی و اختلاس‌ها یک اوج تازه‌ای گرفتن و می‌خواستم اگه ممکنه به چند تا نمونه هم در همین رابطه اشاره بکنیم. بله، خب واقعا ندانم کاری‌های این دولت 13 رئیسی و دوزیا و چپاولایی که کردن و واقعا اقتصاد ایران رو در و داغون کردن که اثر من شمس که اون وعده های 1 میلیون مسکنش رو بگیریم که هیچ، شاید 100 هزار مسکن هم نساختن، چه تورم 50% سلسله وار رو بگیریم که واقعا سفره مردم رو کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر کرده، چه از کسری بودجه و چاپ اسکناس بدون پاشنوره وحشتناک، به طوری که خودتون میدونید دیگه، در برنامه قبلی هم گفته شد میزان پولی که اینا در 2 سال و نیم رئیسی چاپ کرده بود، دولت رئیسی چاپ کرده بود، بیش از تمام دوران تاریخ ایران تا قبل از رئیسی، یعنی در 2 سال و نیم گذشته بیشتر از همه اونا بود. از اون صحبت بکنه آدم، یا واقعا این مالیات و عوارض که بر مردم بسته و غیره. ولی اگه بخوایم به عنوان نمونه من بخوام اشاره کنم، شاید چیزی که در اذهان مردم الان خیلی زنده باشه همین مسئله چای دبشه. این جواد سادات نژاد، این وزیر جهاد کشاورزی، این رئیسی بود، از طرفدارای خیلی پروپاگاندا رئیسی بود، بله، انتخابات خیلی بهش کمک کرده بود. اینها از سال 1398 تا 1402 یک چیزی معادل سم از 4 میلیارد دلار برای واردات چای و واردات ماشینالات اینا از دولت گرفته بودن. 3.4 میلیارد دلار یک چیزی معادل 1% درآمد ناخالص ملی ایرانه. یعنی شما اگه در سال تمام دارایی که در مملکت ایجاد میشه، از بخش خدمات، بخش تولیدات، بخش کشاورزی، نفت، همینا رو بذارید، از هر 100 واحدی 1 واحد اینا برداشتن و دزدیدن و هیچ جوابگو نشدن. خیلی جالبه که خود رئیس قوه قضاییه میگه که همین شکایت میکنه از آقای رئیسی که شما وقتی که آدمایی مثل سلطان سکه و غیره رو میگیرید بدون هیچ چیز قانونی، گذراندن مراجع قانونی یا اون مراحل قانونی اعدام میکنید، وقتی به کسی مثل ساداتی نجات میرسه نه تنها این رو به اصطلاح محکوم نمی کنید، بلکه قبول استعفاش قبول میکنید و بعد از اونم به خدمت میگیرید.
این است که به نظر من این دورانی که این 2.5 سالی که خود رئیسی مستر کار بود بله یکی از تاریکترین و سیاهترین دورانی بود که در اقتصاد ایران از شاید اوایل تاریخ ایران تا به حال ما داشتیم. بله آقای تسوجی، روز 8 تیر ماه رو رژیم مشخص کرده برای برگزاری نمایش انتخابات انتخاب جایگزین رئیسی. سوالم اینه که چشمانداز رو شما به لحاظ اقتصادی و سیاسی چطور میبینید و فکر میکنید که ابعاد فساد و بحران چقدر خواهد بود؟ حالا از نظر اقتصادی که من فکر کنم نمی کنم هیچ مسئله ای با رفتن رئیسی حل بشه. اولا تمام این مسائل از بالا یعنی از خود خامنه ای نشأت میگیره. چپاولا دوزیا دیدید که در رابطه با همین قاسم سلیمانی اون 5 میلیارد دلاری که اضافه در برده بودن دعوا بود، خامنه ای خودش به اصطلاح دخالت کرده گفت بدین به قاسم سلیمانی که بده به این بله نیروهای نیابتی. در رابطه با همین چای دبش، در رابطه با افشاگرهای دیگه که بوده، همیشه خود خامنه ای بوده که اومده و مسئله رو یه جوری ماسمالی کرده. بنابراین از نظر اقتصادی من هیچ چشماندازی برای بهبودی اوضاع نمی بینم، بلکه بدتر هم خواهد شد. بله چون اصلا این رژیم نه خاص حل مسئله اقتصادی رو داره نه توان حل مسئله اقتصادی داره. یعنی ما بارها گفتیم مسئله اقتصادی ایران یک مسئله سیاسی از اون طریق حل میشه. منظور ما هم این هست که سرنگونی تم و تمام رژیم و جایگزین این رژیم با یک رژیم یا حکومت ملی مردمی. در رابطه با مسئله سیاسی به نظر من تضادها بالا خواهد گرفت. خود خامنه ای رئیس رو آورد برای اینکه سیستمش رو یک دست کنه. این یک دست سیستم دچار اشکالات خیلی زیاد شد، طوری که در سال گذشته قبل از انتخابات اینا داشتن یقه همدیگر رو پاره میکردن. الان هم که هنوز تازه 1-2 روز از مرگ این جلاد گذشته شروع کردن به همدیگه پریدن، قالیباف و غیره. بله. هر کیم برای خودش ادعایی داره. یه چیز خیلی مهمی هم که هست این است که گفته میشه خامنه ای مدت زیادی زنده نخواهد بود. من گزارشات رو که در روزنامه‌های خارجی میخوندم، اگر اشتباه نکنم شاید در وال استریت جورنال هم نوشته بود، صحبت از این بود که خامنه ای تا 8 ماه تا 1 سال دیگه احتمال مرگش هست به خاطر همون مسائل پزشکیش. و خیلی هم حتی میگن که این برای پسرش مصطفی خامنه ای که برای اون میخواد کلا بدوزه و خود جانش میکنه. برای از نظر سیاسی به نظر من حداقل در خود دستگاه رژیم یک دعواها بالا خواهد گرفت و تنش زیاد خواهد. این خودش راه به باز پسرفت یا مسائل اقتصادی هم خواهد داشت، یعنی مسائل اقتصادی رو تحت شعاع قرار خواهد داد. ولی مهمترین چیز در این رابطه این است که نقش خود ما به عنوان مقاومت، نقش کانونای شورشی بسیار بسیار عمده میشه و به نظر من موقعیت الان بسیار بسیار داره مناسب میشه که به یمن انشاءالله حمایت پروردگار یکتا و به یمن کانونای شورشی هواداران مردم ایران شاید زودتر بتونیم کار رو به انجام برسیم، به سر انجام برسیم. بله با تشکر از شما آقای پروفسور تسوجی، ممنونم به خاطر توضیحاتی که دادین و وقتی که گذاشتید امشب همراه ما بودید. اجازه بس من هم از شما و همه هموطن از بودن تشکر کنم و واقعا بگم مشتاق اون روزی هستم که تمام این خبیثان و جلادان و این آدم کشان از صحنه تاریخ ایران، از صحنه سرزمین ایران حذف بشن و ما بله. آزادی و آبادی رو هر چه زودتر در ایران عزیزمون این زیباترین وطن ببینیم. انشاءالله شما و همه عزیزان رو به پروردگار یکتا بسپارید. خدا نگهدار. موفق و پیروز باشید.